ویدیو مخصوص دوستایی هستن که حیات حولی خود باغهای مختلف میوه‌جات کاشت کردن و یا گل‌های مختلف داره و دوستایی که ویلا داره و در داخل ویلای خود باغهای مختلف میوه‌جات مختلف و گل‌های مختلف داره. چند کاربرد معجزه آسای شیر طبیعی که ماشمونش جان میکنیم برای باغداری که چگونه ماشمون میتونیم از شیر استفاده کنیم برای باغداری خود که یک باغداری موفق کاملا طبیعی عاری از مواد کیمیایی داشته باشیم. برای یاد گرفتن این تکنیک ها و کاربرد های شیر تا آخر با ما همراه باشید. درود به تو دوست خوبم، قربان آزاد هستم و خوش آمدین به کانال باغبان آزاد. دوستای عزیز، 6 تا از کاربرد اساسی شیر در باغداری را امروز با هم یاد میگیریم که ما شما اگر هیچ چیزی در دسترس خود نداشته باشیم و یا اینکه همه چیز در دسترس داشته باشیم، مواد کیمیایی و بخوایم به صورت طبیعی و باغ خود رسیدگی کنیم، باید از شیر استفاده کنیم. شیر چه قسم هست؟ من نمیگم دوستای عزیز که شما مثلا 1000 اصل درخت یا مثلا 10000 اصل درخت دارین شیر استفاده نمیشه. مثلا برای دوستایی که ویلا داره، 5-6 تا درخت داره، در داخلش حویلی داره و یا اینکه گل داره، چند تا گل در داخل خانه خود داره، اینا نیاز نیست که برای یک بوتل سم یا کدوم چیزی کلان را بگیره، با شیر میتونه چند قطره شیر ایره مشکلش حل میکنه. خب 6 کاربرد اساسی که از شیر میتونیم استفاده کنیم چی هست؟ کاربرد اولش که خیلی مهم هست دوستای عزیز، با داشتن لکتوفیرین در ترکیبات خود شیر که یک نوع پروتئین ترکیبی آهن هست، خاصیت را داره که باکتری ها، قارچ ها و نیماتود ها را اینا را از بین میبره که این در ترکیب خود شیر هست. وقتی که ما و شما ایره استفاده میکنیم، تمام قارچ ها و نیماتود ها و باکتری ها را اینا از بین میبره و درخت ما و شما سالم میشه. مخصوصا برای نباتات بخش میوه‌جات یا گل‌ها که خاکسترک میگیره، خاکسترک خودش قارچ هست، این را از بین میبره و انواع مختلفی امراض قارچی که شما در جریان هستین، مثلا بنچ رات میگه، گندیدگی و پوسیدگی، نقاط مختلف اسپات ها که به وجود میآید و شات هول که برای زردالو، بادام و شفتالو هست، اینا میتونه توسط شیر استفاده شود و کنترل شود. برای اندازه‌ای که شما چی مقدار شیر را استفاده کنین، یک گلاس چای خوری شیر و 2 گلاس آب در با هم یک جا میکنین، حل میکنین و توسط اسپریر سر درخت خود، سر گل خود اسپری میکنین. در هر هفته یک بار که اسپری کنین، در جریان 3 هفته کاملا مشکلاتتان حل میشه. موضوع دوم هم برای کنترل حشرات هست. قسمی که ما شما در جریان هستیم، بزرگترین مشکل را با ما شما حشرات خلق میکنه. حشرات هست که به درختان ما شما زخم وارد میکنه و بعد قارچ ها اینجا میآیه و از این ساحه استفاده میکنه. برای از بین بردن شیپشک ها، انواع مختلف شیپشک های نباتی، شیپشک های آردی، شیپشک های سرخ، شیپشک های گفته میتونیم بنفش، شیپشک های سبز، شیپشک های زرد، انواع مختلف شیپشک ها داریم ما شما، اینا را از بین میبره، ترپس را از بین میبره و انواع مختلف کنه ها را از بین میبره و شما میتونین برای از بین بردن اینها یک گلاس شیر و همراه یک گلاس آب باید حل کنین و این را پاش بدین. باز هم دوستای عزیز، شما شاید در فکر باشین که اون همه شیر از کجا میشه، ما نمیتونیم پیدا کنیم بنوشیم بخوریم و این میگه که پاش بدین. من نگفتم که شما به هزارها و ده هزارها درخت خود تطبیق کنین. برای دوستایی که چند اصل درخت کمی داره و بسیار برش مهم هست و از مواد کیمیایی و کدام مواد دیگه هم دور هست، میتونین از این راه حل استفاده کنین. گاو دارین، در دو تا قریه و قصبات زندگی میکنین، یک گلاس تا بر درخت بدین. خب ای در رابطه با کنترل حشرات. موضوع سوم هم برای ضد عفونی وسایل باغداری است. دوست خوب، وقتی که شما در جریان فصل خزان ما شما قرار داریم، میخواین درختان خود را هرس بکنین، قیچی شما از درختی که انتقال میتین به درخت دیگه میخواین هرس کنین، حتما بعضی درخت ها مشکل داره، مرض داره، امراض قارچی داره. این یک ضد عفونی کننده بسیار خوب برای وسایلتان هست که میتونین یک ظرف را بگیرین و ای خود قیچی یا بالاخره اره ای که دارین در داخل ای ضد عفونی کنین و مدت 10 دقیقه که در داخل شیر باشه، کاملا انواع مختلف ویروس ها و شکل موزاییک از
قارچ ها هست، نماتود ها هست که از این طریق انتقال میکنه، این به راحتی ضد عفونی میشه و از بین میره در ظرف 10 دقیقه و شما میتونید راحت از استفاده کنید. موضوع چهارم، کاربرد چهارمش هم درمان خانگی هست، مخصوصی دوستایی که گل روز داره، انواع مختلف مثلا بادنجان رومی یا گوجه فرنگی یا بادنجان سیاه و مرج داره. از این سبزیجات شما داشته باشین و مخصوصا گل روز، شما در جریان هستین وقتی که گل روزتان رشد میکنن، نقاط سیاه روی برگ ها به وجود میاد و بالاخره یک شاخش خشک میشه و مشکلات به وجود میاره که اینها امراض قارچی هستن که شما میتونین از این استفاده کرده و این امراض را از بین ببرین. برای استفاده و ترکیبی که شما با آب یک جای میکنین، یک به نسبت دو است، یک گلاس شیر و دو گلاس آب را شما داخل پایپکت مندازی و رسپری میکنی که به راحتی میتونی از شر جنجال ها خلاص شی. موضوع پنجم هم سالم نگه داشتن خاک هست. وقتی که ما شما این را در خاک خود استفاده میکنیم، تمام آفات، امراض، قارچ هایی که در زمین هست اونا را از بین میبره. وقتی اونا از بین برد، زمین ما شما عاری از آفات و امراض میشه و خاک ما شما سالم و صحتمند میشه. پس یک خاک سالم و صحتمند شما داشته باشید، مثلا کوزگک دارین در خانه خود، مقدار شیر را داخلش میندازی و او هم ای باعث ازدیاد اکسیژن در داخل خاک میشه و هم خاک را اصلاح میکنه و امراض و آفات را از بین میبره. کاربرد ششم، کاربرد آخر هم دوستای عزیز، به شکل کود استفاده میشه. به نسبت داشتن مقدار زیاد کلسیم در ترکیب شیر، ما اگر نبات ما نیاز به کلسیم داشته باشه که کلسیم در میوه‌دهی بسیار نقش اساسی داره و در رشد ریشه ها بسیار نقش اساسی داره و در خود بدنه درخت که بدنه بسیار پرقدرت و رشد اساسی میکنه و درخت ما شما را سختی درخت ما شما را به وجود میاره، از این میتونیم استفاده کنیم. برای این کار ما شما میتونیم که در مثلا اگر یک درختی دارین یا یک کوزه گلی دارین، در داخل مثلا یک بوتل نوشابه‌ای که شما میخورین 1.5 لیتر هست، در این میتونین که 1.5 لیتر نیم لیترش شیر بندازین و 1 لیترش آب بندازین، در پلوی درخت میزنین. مثلا در یک درختی فرض کن اگر حدوداً گفته میتونیم 5 ساله باشه، شما میتونین که 1.5 لیتر شیر برش استفاده کنین که 3 بوتل نوشابه را یک جای میکنین، 3 بوتل نوشابه را جدا جدا در 3 نقطه میزنین و ای را استفاده میکنین که ای هم خاک را اصلاح میکنه و هم کمبود کلسیم و یک مقدار آهنی که در ترکیب خود شیر هست استفاده میشه. دوستان عزیز، وقتی که یک طفل از مادر خود شیر تغذیه میکنه و یا یک حیوان از مادر خود شیر تغذیه میکنه، این تمام مواد غذایی و تمام چیزی که در نیاز داره از طریق شیر میتونه جذب کنه و این خیلی موضوعات زیادی داره که ما شاید خیلی موضوعات دیگه را در این قسمت از ما جا مونده باشه. و شما دوستایی که اگر در مورد کاربرد شیر چیزی میدانین و که ما ذکر نکرده باشیم، میتونید در کامنت ها بنویسین تا اینکه دوستای ما ببینن، بخونن و یاد بگیرن. و باز هم کدام نظری چیزی داشتین بدون کدام گپ در کامنت ها بنویسین، ما در اختیار شما هستیم. دوستای عزیز، برای حمایت از کانال باغبان آزاد حتما ویدیو ها رو لایک کنین و اگر عضو کانال نشدین حتما سابسکرایب هم بکنین تا از ویدیوهای جدید جا نمونین. تا ویدیوی بعد، خدایا رو نگهدار شما.